دونالد ترامپ همونطور که در مبارزه های انتخاباتی وعده داده بود در اولین روز ورود به کاخ سفید دستور خروج آمریکا را از معاهده موسوم به ترانس پاسیفیک یا توافق تجاری اقیانوس آرام صادر کرد. کشورهایی که شامل این پیمان میشوند از جمله آمریکا، کانادا، مکزیک، ژاپن و استرالیا حدود 40% اقتصاد جهان را تشکیل میدهند. از این به بعد با هر کشوری به طور جداگانه معاهده امضا میکنیم. اگر بدرفتاری ببینیم نامه خروج خود را میفرستیم. امریکا جنگ اقتصادی علیه کوبا را کلید زد. جرمش این بود که از مادورو حمایت میکرد. امریکا میگوید حالا که حمایتش میکنید قانون تحریم شرکت‌های کوبایی را فعال میکند. قانونی که بود ولی توسط رؤسای جمهور پیشین معلق بود را حالا ترامپ زنده کرد. جهان کماکان در شوک تصمیم دونالد ترامپ برای پسکشیدن او از توافق اقلیمی پاریس است. در پی تصمیم او چین، اتحادیه اروپا و هند که در کنار آمریکا عاملان بزرگ بیشتر شدن دیوکسید کربن در جهان هستند، بر تعهد خود نسبت به توافقنامه پاریس تاکید کردند. آقای ترامپ گفته به دلایل اقتصادی چنین تصمیمی گرفته، اما حتی بعضی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی که موتور اقتصاد این کشور هم هستند از این تصمیم ناراضی هم. 48 کشور کمتر توسعه یافته جهان آقای ترامپ رو متهم کردند که برای جان میلیون ها نفر ارزش قائل نیست. تبعات خروج آمریکا و اسرائیل از سازمان یونسکو، وزارت خارجه آمریکا رسما اعلام کرده که در ضدیت با عملکرد ضد اسرائیلی یونسکو از این نهاد خارج می‌شود. در بخشی از این بیانیه که ماه پیش منتشر شد آمده که این تصمیم به راحتی گرفته نشده و نمایانگر نگرانی آمریکا از افزایش تبعیض‌ها در یونسکو، نیاز به اصلاحات اساسی در این سازمان و ادامه تبعیض ضد اسرائیلی در یونسکو است. توافق هسته‌ای با ایران ناقصه، در ذات خودش ناقصه. اگه ما هیچ کاری نکنیم میدونیم که دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد. در طول یک مدت بسیار کوتاه یک حامی اصلی تروریست در دنیا که ایران هست در آستانه دستیابی به خطرناکترین سلاح دنیا خواهد بود. بنابراین من امروز اعلام میکنم که ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهد شد. ظرف چند دقیقه آینده من یک فرمان ریاست جمهوری رو امضا خواهم کرد که تحریم‌های هسته‌ای علیه حکومت ایران رو مجدداً به مورد اجرا خواهم گذاشت. ما بالاترین سطح تحریم‌های اقتصادی رو اعمال خواهیم کرد. هر ملتی که کمک کنه به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای هم میتونه توسط آمریکا مورد تحریم قرار بگیره. ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شد. آمریکا معتقد است آن سازمان نتوانست به اهداف خود دست یابد. وزیر خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل سه‌شنبه این تصمیم را در وزارت خارجه اعلام کردند. آمریکا نسبت به بی‌اعتنایی شورا به دستگیری تظاهرکنندگان در ایران نیز معترض است. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی انجمن ملی اسلحه آمریکا وعده داد برای دفاع از حق مالکیت سلاح مبارزه می‌کند. او تأکید کرد که آمریکا را از معاهده تجارت اسلحه خارج خواهد کرد. انجمن ملی اسلحه از مدت‌ها قبل با این معاهده که تجارت 70 میلیارد دلاری سلاح‌های غیر اتمی را کنترل می‌کند و خواهان دور نگه داشتن سلاح از دست ناقضان حقوق بشر است، مخالف بوده است. این یکی از حرف‌های خنده‌دار تاریخه. دیگه کشوری میتونه بهش اعتماد بکنه؟ دارن به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام میدن که بیا با ما مذاکره کن. آمریکایی‌ها پیغام میدن
مگر دیوانه شدن که با شما مذاکره کنن؟ شما مذاکره دیروز رو دارید زیر پا میذارید علنا. وزیر خارجه ایران در چند روز گذشته در نیویورک در گفتگوهایش با رسانه‌ها چندین بار امکان مذاکره با آمریکا درباره تبادل مجدد زندانی را مطرح کرد. گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید، به لبخند او فریب نکنید، به وعده نقد که میدهد اعتماد نکنید. وقتی خرش از پل گذشت برمیگرده به ریش شما میخنده. محمد جواد ظریف در گفتگوهای مختلف هم گفت ایران با مذاکره مشکلی ندارد، هم پیشنهاد مبادله زندانیان دو کشور را به دولت ترامپ داد. بعد که قضیه تمام شد کارش گذشت، زیر همین وعده هم میزنه، این وعده قرص و محکم رو هم مثل باد هوا فراموش میکنه. این روش مذاکره آمریکایی. حالا با این دولت، با این رژیم زورگوی متقلب باید نشست مذاکره کرد؟ چرا مذاکره کرد؟ مذاکره با آمریکا را امام هم ممنوع اعلام کرده، به خاطر همین جهت بنده هم ممنوع اعلام کرده. امام فرمودن تا وقتی آدم نشه آمریکا ما مذاکره نمی کنیم. اینا کسانی هستن که قرآن در حقشون میگه انهم لا ایمان لهم، هیچ عهد و پیمانی در اینها مورد اعتماد نیست. به معنای واقعی کلمه اینها باج طلب و زورگو هستن و بدیهی است که ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی و مسئولان محترم نظام زیر بار هیچ باج طلب و زورگویی نخواهند رفت. به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.